سلام دوستای عزیز، با یک از ویدیوهای دیگه ما خوش آمدین. در ویدیو ما یک فایل کانورتر به نمایش میمانم که چه قسم میتونم ویدیوهای خود از فایل بزرگ به خرد و یا از تصویری به صوتی تبدیل کنم، که من در اینجا اسیسافت ویدیو کانورتر است و ایم یک ویدیوی است که ما میخواییم امروز کانورتش کنیم به فایل صوتی و یا فایل های خرد، که بتونین فایل های HD را به HD و یا فایل های خردتر تبدیل کنین. پس با ما باشید. خب دوستو، اول همین فایل اسیسافت ویدیو کانورتر خوده که ما قبلا دانلود کردیم، شما میتونید از طریق آنلاین و یا از طریق CD ها تهیه کنید برتون. فقط کافی است که نشته کنید اسیسافت ویدیو کانورتر و این ورژنش یکم بهتر است. از این خود ما پیشنهاد میکنم به شما. در اول فایل خود اوپن میکنه میشه، از مسپید کمپیوتر کم است. خب دوستو، بعد از اینکه ویندوی پنجم پنجره ما باز شد، از این قسمت میتونیم که دیسک یا CD استفاده کنیم یا داخل از این ما لود کنیم میشه، و از این قسمت میتونیم فایل های خود پرتیم که میتونیم هم فایل پرتیم و هم میتونیم فولدر. خب من این قسمت فایل انتخاب میکنم. بعد از اینکه فایل انتخاب کردم، با ما یک فولدر دیگه باز میشه که از این قسمت هم میتونم ویدیوی خود انتخاب بکنم و اوپن. بعد از که فایل ما باز شده، که میتونم از این قسمت فایل انتخاب بکنیم که در کدام فرمت میخواییم دوباره کانورتش کنیم. قبلا MP3 است. شما اینجا میتونین تمام گزینه هاست به هر موبایل و یا به هر صدایی که میخواییم و به هر فرمتی که میخواییم تبدیلش کنیم. ما میخوایم به فایل صوتی تبدیلش کنم. یک قسمت میایم و در قسمت MP3 BG Layer 3 Audio از این کلیک میکنم، و بعد اینکه مکمل شد دیگه گزینه کانورت میزنم. اما اگر میخوایم ویدیویتون رو ادیت کنین، ترایم کنین و بعد تیمینگ یا پاش چینج کنین، میتونین از این قسمت ها انجامش بکنین و کانورت میکنم. من میره کانورتش میکنم که به فایل صوتی کانورت شده. نو و منتظر می باشم تا که فایل ما کانورت شد. و میتونید قسمت را تیک مارک کنید تا که فولدر باز شد و کمپلیت کلیک میکنیمش. باید فولدر باز میشد که فولدر باز نشد. خب به هر صورت خب بالای لیبرری کلیک میکنیم و حالا میریم روی دکومنت و اسیسافت استودیو رو باز میکنیم و یک قسمت ویدیو است که ویدیو رو میبینیم که آمدم همی ویلد لایف ویدیوی خود کمپیوتر است، کانورتش کردیم فایل صوتی، بازش میکنیم.
خب دوستان میبینین که فایل ما کانورت شده به فایل صوتی و اگه میخواین که فایل خوده و فایل مثلا همی ویدیوی خوده با ویدیوهای خورتره مثلا با ویدیوهای بطور مثال آیفون، اپل، سامسونگ، اندروید هر موبایلی یا هر ویدیویی که خودتان میخواین میتونین که قسمت انتخابش کنین بطور مثال میخواین برای آیفون و مدل موبایل خود انتخاب میکنین هر موبایلی که بود فرق نمیکنه مثلا مثال میخواین به آیفون 7 ولید کلیک میکنین میبینین که آمده و این قسمت میتونین کتش کنیم که چقدر فایل ما باشه گزینه های ایدیتش هست گزینه تیمو افکت هایش هست که میتونین از این قسمت ها انتخابش کنین گزینه 3D است که میتونین به 3D چینش کنی و این قسمت های روتیت است که میتونین ویدیو هایتون چپا و راسته تبدیلش کنین که به شکل برعکس شوه و این گزینه واترمارک است که میتونین از این قسمت واترمارک خودتون انتخاب کنین که من طور مثال خب ویدیو است معمول نمیشه واترمارک میبینید این بالا آمده میتونید این قسمت فونت ها رو خودتون انتخاب بکنین هر سایز هر دیزاینی که خودتون خواستین میتونید با روی ویدیو هایتون بالا نشه مثلا من این ویدیو رو سابر این فونت انتخاب کنم ببین خب ما ضرورت ندارم با واترمارک برن وقتی که تمام ایدیت تکمیل شد روی گزینه اپلای تو آل و یس کلیک میکنیم وقتی که تمام شد گزینه را قطع میکنیم اگه سبتایتل میخواین اضافه کنین زیر نویس از این قسمت و بعد روی گزینه کانورت میزنیم و ویدیوی ما کاملا کانورت میشه خب دوستایی بود از امروز خواستم که یک ویدیو را چگونه کانورت کنیم از فایل ویدیویی و یا تصویری و فایل صوتی و همین طریق میتونم فایل های بزرگتری که هست به طور مثال 2GB یا 3GB هست رو میتونم با فایل های خردتر تبدیلش کنیم امید است که به درد شما خورده باشه تشکر از اینکه تا ایدم همراه ما بودین برای ویدیوهای بیشتر میتونین چینل ما را سابسکرایب کنین لایک کنین و با دوستایتون شریک بسازین که واقعا ما اصلا خوش میشم تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار بدرود